امام باخت اومده تو خیابون. مردانه با مردانه ها، قهرمان با غیرت با بازی خیلی خوب بازی کرد. ایران مردونه بازی کرد، خیلی مردونه با غیرت بازی رو باخت، ولی با غیرت با نامردی بازی نکرد. در مقابل آرژانتین این باخت افتخار آفرینه. برجهت یکی در مقابل آرژانتین چیز کمی نیست، یه گل خوردن کم نیست. مثل پلنگ جنگ یوز پلنگ یا پلنگ پلنگ آقا باخت، مردونه باخت، باخت ولی مردانگی چک باید میشد. بازی یک چک بود، داور با اونا بود، ما با داور باخت. با دوستام امروز بازی اتی کافه جنبان میکردیم، بازی واقعا عالی بود. یعنی من تا دقیقه 90 انتظار داشتم، تا دقیقه 90 انتظار داشتم تیم ملی حتی گل بزنه. ما نه باختیم، نه ما بردیم، نشونه شد ما بردیم. بازی آینده است تو پیش می‌بینی کنید، با توجه به که ایران خیلی خوب بازی کرد، خیلی عالی. ما انشالله با توکل به خدا و همتی که این بچه‌ها امشب نشون دادن این گروه ما صعود می‌کنه، شک نکنید. مساوی کردیم، حقمون بود. اون گل و اون پنالتی که به عمد نگرفت، یه داور من نمی‌دونم از این در پیتیا بود چی بودش که آوردن اونجا. این اگر اینو گرفته بود اصلا الان نتیجه چیز دیگری بود. آقا با غیرت بازی کردی آرژانتین. من خودم قبلش گفتم 4-5 شو میکنه. میکنم خیلی هم امیدوار شدید به بازی آتی ایران. امشب اگر مساوی بشه که ما 100% رفتیم بالا، 100% رفتیم. خدایش بچه‌ها خوب بازی کردن، حقشون برد بود. خدایش حقشون برد بود. داور خیلی نامردی کرد، داور در حق ایران نامردی کرد. ایران قرار میگرفت ایران مندانه بازی کرد. بهتری بازی قرن تیم ملی جمهوری اسلامی ایران. نه من ناامید نیستم، من خیلی خوشحالم از عمل کرده بازیکنان. فکر کنم امروز اتفاق بدی افتاد و اما آخرش دو تا فرد بودن که تفاوت ایجاد کردن توی بازی. نفر اول داور بود و نفر دوم هم لیونل مسی و هر دوشون یه جورایی هیچی برای گفتن ندارم. اونا تو بازی تغییر ایجاد کردن، مسی و داور. مرسی آقای جلالی. نمایش فوق‌العاده تیم ملی، نتیجه نامطلوب. بازی که بازی خیلی خوب بود، ما آماده این بازی بودیم، خیلی خوب تمرین کرده بودیم، تمرکز بالا داشتیم، خیلی هم تلاش کردیم برای موفقیت بازی امروز، ولی خب نتونستیم موقعیتمون استفاده کنیم. اما فکر کنم یکم داورم میتونست یه ضربه پنالتی بگیره و مطمئنه اگه اون پنالتی رو میگیره خیلی چیزا برمیگشت به نفع ما. ولی فوتباله، برد و باخت داره. امروز ما باختیم با بدشانسی. نمایش شجاعانه باعث افتخار همه مردم ایران. ما تلاش میکنیم فقط مردم ایران رو خوشحال کنیم، با تمام وجود در خدمتشونیم، با قلبمون بازی میکنیم. امروز هم هر چی داشتیم گذاشتیم براشون، ولی میگم بدشانسی. خیلی ممنون.
عاطف بازی کردن تا دقایق آخر، حتی دقیقه آخر بودیش که یه گل زدن آرژانتینیا. نظر در رابطه با تیم ایران و بازی امروز چیه؟ خیلی بد شد آخرین دقیقه، 90 دقیقه تموم شد، بعد از یه دقیقه گل خوردن، ولی خیلی خوب بازی کردم واقعا. هیچ کس فکر نمیکرد تا 90 دقیقه اصلا نفس آرژانتینیا رو خوب گرفتن. بعد هم یه پنالتی داور نداد، خیلی بد شد، ولی بازی همه خیلی خوب بازی کردم و حالا امیدواریم به بازین ببریم که بیایم روند بعد. الان ایران ببره بازی بعدی رو، فکر میکنم روند بعد هستم. منم درست نمیدونم چجوری جدولش رو هم تو ذهنم نیست، ولی اگه به بوسنیا ببرن فکر میکنم تو روند بعد هستم. نظر به گلر ایران چیه؟ بهترین بازیکن بود و خیلی توپا خیلی خوب گرفت و اشکان دژگاه هم خیلی خوب بازی کرد. پناتی رو داوره نداد، خواستش خیلی خواهقش بودم. آره ناراحت بودن، ولی بازی همه خیلی خوب بازی کردن جفتشون. اگه 0-0 بود خیلی ما راضی بودیم، ولی بازی همه اونم دقیقه آخر بود داره. بله تشکر میکنم، موفق باشید. افتخار میکنم به جوونامون، به پسرامون، واقعا خیلی خوب بازی کردن. عالی. مرسی. بازی امروز خیلی خوب بود و انشالله که میبریم. آره من مطمئنم میریم بالا. امیدوارم. مرسی. خیر الحمد لله خلوان و بزن زیاش کارت اون زلات. فارسی هم میتونی بگی؟ فارسی هم میتونی بگی؟ بگو فارسیش خوبه. خیر مرسی. بگو. روزا که گل کوچی بودش خواب و خوراکه، همسایه فریاد میزد ای بچه الله ساکر. کی میدونست یه روزی میشی یه پا پهلوون، میشی مایه یه فخر و سربلندی ایرون. هر جای دنیا باشی، چه در داخل چه بیرون، تو هر حال و هوایی فدای تیم ایرون. همه باید بدونم، باید بدونم توی جام جهانی یوز فلنگ ایرانی. این روزا که زندگی مثل یه صحنه جنگه، تو هر گوشه کنارش بحثر تیم و رنگه. تو با سک فرق نداره، بازی کنه ایرانی توی زمین بازی مثل شیر جیانی. خوشحالی و ایران روی هواست.
شب بخیر خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی تلویزیون ایرانیان برلین و همچنین کلی عزیزانی که از طریق شبکه جهانی اینترنت برنامه ما رو مشاهده میکنن. خرسند و سرفراز هستیم از اینکه فرصت این رو پیدا کردیم در اولین روز از فصل تابستان میهمان خانه های گرم و با محبت شما عزیزان باشیم. امروز یک شنبه 22 یونیه 2014 میلادی برابر با اول تیر ماه 1393 خورشیدی میباشد. برنامه امروز را آغاز میکنیم با هم اخبار یک هفته اخیر ایران و دیگر نقاط جهان. در قسمت دوم اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی از شهر برلین با آگاهیتان میرسد. یادآوری میکنم سایت اینترنتی تلویزیون ایرانیان برلین بروز شد. شما عزیزان میتونید بازپخش برنامه ما رو در صفحه اینترنتی ما و یا شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب مشاهده نمایید. توجه شما را به رویدادهای خبری هفته‌ای که گذشت جلب می‌کنم. گروه تروریستی داعش در ادامه جنایات دهشتناک خود اخیراً با انتشار بیانیه‌ای رسماً از ساکنان موصل خواسته است که دختران خود را برای جهاد نکاح تسلیم داعش کنند. در این بیانیه آمده است هر کسی از این فرمان سرپیچی کند طبق قوانین این گروه تروریستی مجازات خواهد شد. گفتنی است در این میان چندین نفر از زنان موصل که مجبور به این کار شدند دست به خودکشی زدند. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا به ایران هشدار داد اگر سیاستهایش در منطقه را تنها در چارچوب فرقه‌ای تعریف کند آنگاه باید در بسیاری از نقاط خاورمیانه بجنگد. همچنین به نقش سازنده ایران در آرام کردن شرایط بحرانی در عراق اشاره کرد و گفت ایران زمانی میتواند این نقش را ایفا کند که از دولت عراق بخواهد بدل به دولتی یک پارچه و متحد شود و حقوق و منافع همه افراد چه شیعیان چه سنی ها و چه کردی ها در آن مغتنم شمرده شود. سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار کسانی که در سال 2013 به خاطر جنگ و شرایط بحرانی سرزمین خود آواره شدند برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم از 50 میلیون نفر فراتر رفته است. گفتنی است در این میان آنچه موجب افزایش قابل ملاحظه تعداد آوارگان و پناهندگان شده جنگ داخلی سوریه است، به طوری که از آغاز این جنگ تا کنون حدود 2,500,000 نفر از سوریه گریختند و 6,500,000 نفر در داخل کشور خود آواره شدند. به دنبال اعتراض عبدالله عبدالله کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نحوه شمارش آرا و درخواستش برای ایجاد کمیته‌ای با حضور بازرسان سازمان ملل متحد، حامد کرزار رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که با این خواسته موافق است و آن را حرکتی مثبت در جهت حل این مسئله می‌داند.